واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی روز درود و سلام و احترام خدمت یکایک شما بینندگان گرامی. ایمان سلیمانی امیری در برنامه دیگر تحت عنوان بازشناسی باورها در روز سه‌شنبه چهارم اردیبهشت ماه با محوریت تحلیل و بررسی تاریخ زندگانی علی ابن ابی طالب که به جلسه 17 رسیدیم. بنابراین طبق سیاق و سرات و سبیل گذشته برگشتیم بر همان محوریت که روزهای سه‌شنبه مباحث دینی، مذهبی و چارچوبی در حوزه فقه سیاسی خواهیم داشت. در روزهای پنجشنبه به مسائل مربوط به فلسفه سیاسی خواهیم پرداخت و روزهای جمعه هم اگر فراهم بشود در خدمت یک مهمان گرامی خواهیم بود. قبل از ورود به ادامه مباحث تحلیل به خصوص دوران تاریخ سیاسی با محوریت فضای حکومتی کوفه در زمان علی، فکری که دو مقدمه شاید مهم باشه. اساساً چرا ما به این دوران میپردازیم؟ خب به مرور در طول برنامه توضیحاتی داده شد در جلسات گذشته، اما بد نیست از یک منظر دیگر هم به این داستان نگاه کنیم. بسیاری از شخصیت‌ها، چه اسطوره‌ای، چه تاریخی، چه فرهنگی، چه علمی، به مرور تبدیل میشن به مبانی مشروعیت. یعنی گروهی میآیند و میگویند ما به دلیل نزدیکی مذهبی با چنین شخصیت هایی یا با چنین مذهب و دینی شایسته هستیم برای امری. حالا این امر تفسیر کتاب های دینی است یا کسب حکومت، خلافت، یا دارای یک امتیاز و برجستگی هایی میشه. گروه دیگری هم میآیند و میگویند چون ما به یک خاندان خاصی وابستگی داریم، بنابراین حق حکومت مال ماست. ما هستیم متر و معیار کسانی که میخوان برگزیده بشن و از دل اون یک مشروعیتی رو به دست بیاریم. برای کسب مشروعیت فقط این نیست که شما نشان بدید از اعقاب و بازماندگان و اخلاف و اسلاف سلیمانی امیری هستید. نه، باید نشان بدید سلیمانی امیری انسان خوبی بوده. یعنی باید نشان بدید که اگر امروز بخواید بگید اجداد من سلیمانی امیری بودن و ما حق تفسیر متون مذهبی رو داریم، حق حکومت بر شما رو داریم، باید نشان بدید که خود سلیمانی امیری که نیای شما هست یه ویژگی های برجسته ای داشته. به همین دلیل بسیار اهمیت داره که ما مبانی مشروعیت افراد و مورد بررسی قرار بدیم. یعنی وقتی کسی سخن از این میکند که حکومت حق امامان هست و سعی میکنن از آن فضای حکومتی که اول شخص اونها یا پیامبر اسلام یا علی ابن ابی طالب حکومت کرده یه اوتوپیا بسازن. حتی کلمه اوتوپیا به معنی ناکجا آباده، اما به جایی اشاره میشه که در اون همه چیز به خوبی و نیکی و ارزشمندانه داره اداره میشه بدون نقص، نواقصی نداره. به همین دلیل فقها، مفسران و بسیاری از افرادی که سعی میکنن نگاه ایدئولوژیک رو وارد کنن و از دین وام بگیرن، سعی میکنن حکومت علی رو یک حکومت آرمانی نشان بدن. حالا برخی شاخص ها هم برای علی برمیشمرن، مثل عدالت، جنگاوری، شجاعت، علم لدنی، عصمت، که دیگه امروز ما میدونیم اینا همه جنبه های غلو شده مسائلی است که یک انسان یا میتونه با اون ارتباط برقرار کنه یا اصلا در اون فضا قرار نمیگیره. مثلا شجاعت و شهامت یک پدیده انسانی است، اما گاهی شما غلو میکنید. یعنی نشون میدید که سلیمانی امیری در شجاعت و شهامت سرآمد روزگار بود. حالا ممکنه نبوده باشه، اما کار ایدئولوگ ها به این نحوه که سعی کنن
او رو در شجاعت و شهامت برجسته عصر خودش نشان بده. گاهی هم اوصافی به افراد نسبت داده میشه که اصلا اوصاف انسانی نیست، مثل عصمت. یعنی شخصی معصومه، دارای یک حفاظ خاصی است در برابر گناه، در برابر اشتباه، در برابر فراموشی. در حالی که ما میدونیم انسان ها هر کسی درصدی از اشتباهات رو در فکر و عمل داره، هیچ انسانی معصوم نیست. اما ایدئولوگ ها سعی میکنن، حالا بگیم متکلمان در جهان اسلام و کسانی که امروز از درون فضای فکری یک ایدئولوژی میسازن، یک شخصیت ها رو دارای اوصافی بدونن که بعضا انسان ها اصلا اون رو نمیدونن، دارای علم غیبن، از جاهای خبر دارن که ما خبر نداریم، و باید نشان بدن که آن زمان فضای حاکم بوده که همه در خوبی و خوشی بود، یا اگر هم ایراداتی بوده این ایرادات به اندازه‌ای نبوده است که جای نقد باقی باشه، باید سرپوش بهش گذاشت، یا اگر هم ایرادی هست از سلیمانی نیست، از مردم نادانه، از جاهلینه، از دسیسه چینانی است که در خارج و داخل بر علیه سلیمانی توطئه کرد، وگرنه عصر سلیمانی یک عصر باشکوه است. شما یک سریالی در ایران پخش میشد اون زمان چندین سال قبل که تحت عنوان خرم سلطان خیلی ها میشناختنش، یا حریم سلطان، اما عنوانش به ترکی بود محتشم یوزیل، یعنی عصر باشکوه، سده باشکوه. یوز یعنی سد، یوزیل یعنی سده، و محتشم به معنای باشکوه، سده باشکوه، که این رو ساختن نشان بدن که در دوران سلطان سلیمان و البته خب پدر او و اعقاب و فرزندان او در یک صد سالی فضایی فراهم بود که از سلطان سلیم و سلطان سلیمان و فرزندان اونها ما به اوج شکوه و عظمت رسیدیم. اما اگر به خیلی دقیق نگاه بکنید میبینید در همان صده شما شاهی رو دارید که پسر خودش اون شاهزاده مصطفی رو میکشه به خاطر اینکه احساس میکرد ممکنه بر علیه او قیام بکنه. پسر او یعنی همان سلطان سلیم در همون سریال نشان داده میشه که برادر خودش بایزید و فرزندان او رو میکشه. بعد تاریخ جنگ ها رو میبینی، دسیسه ها رو میبینی، نیرنگ ها رو میبینی، بیماری ها رو میبینی، و بعد فکر میکنی میگید خب دیگه سده باشکوه این جنایت هاست، چون این شکوه و عظمتی قابل تقدیر نیست با معیارهای امروزی. اما دستگاه تبلیغاتی دولت ترکیه سعی میکنه اینا رو بسازه که نشان بده عثمانی ها دارای یک مجد و عظمتی بودن. دیدید بعضی ها صحبت از این میکردن که شخصی مثل رجب طیب اردوغان به دنبال بازگرداندن ترکیه به اون مسائل امپراتوری عثمانی و چیزهای از این دسته، و چهره ها همه فاخر، لباس ها همه زیبا، یک نظم و انضباط عجیب و غریبی شما میبینید که در جایگاه تاریخی چندان جایگاهی نداره. نه اینکه نبوده، نسبت به دوران گذشتهش با شکوه‌تر بوده، اما شکوه و عظمتش مبتنی بر جنایت بوده، مبتنی بر غارت بوده. این دسیسه های مختلفی که شما در درون دربار میبینید، اگر شاهی لحظه احساس میکرد که یک ابراهیم پاشایی ممکنه بر علیه او قیام بکنه، او رو سربه نیست میکنه، در حالی که یار غار او چند بار جان او رو نجات داده. اما برای او مهم نیست، مهم قدرته. اگر احساس بکنه شاهزاده مصطفایی هست که میخواد در برابر او قد علم کنه، بلا فاصله او رو میکشه. کاری هم نداریم که پشت پرده توطئه هایی صورت میگرفت که یه شاهزادی رو بد نشان بدن. میخوام مناسبات رو عرض کنم. در درون یک خانواده پدر فرزند خودش رو نمیکشه، اما در مناسبات قدرت شاهان زیادی رو داشتیم فرزندان خودش رو کشتن.
یا سعی کردن اونها رو کنار بگذارن. اسپینوزا یه تعبیر جالبی داره در کتاب رساله های الهیات سیاسی خودش، میگه هیچ شاهی نیست که از داشتن پسر لایق راضی باشه، از پسر مستقل دارای قدرت دارای محبوبیت خوشحال باشه، همیشه به او سوء ظن داره. یعنی اگر در درون دربار یه شاهزادهی بود دارای قدرت میشد، عمرای ارتش مثلا بهش استقبالی داشتن، اقبالی نشان میدادن، جامعه و مردم او رو دوست داشتن، بلا فاصله اون شاه در صدد هدم و نابودی فرزند خودش برآمد. داشتیم از این چیزها، خیلی توطئه ها شده و شاهان زیادی فرزندان خودشون رو به این روز انداخت. اسپینوزا نتیجه میگیره که همین ترس از کسب قدرت هست که باعث میشه شاهان فرزندان خودشون رو در حرمسراها نگه دارن، وارد فضاهای سیاسی نکنن، مشغول باشن با زن و نمیدونم تنعمی که در حرمسراها هست. دقیقا ما در زمان شاه عباس که یکی از بزرگترین شاهان ایران محسوب میشه همین وضعیت رو داشتیم. بعد از وقت یک پسر باقی نماند که بتونه بعد از پدر، یعنی 40 و اندی سال که شاه عباس حکومت کرد، امپراتوری صفویه را ادامه بده. نوه او را آوردن و بعد اسپینوزا نتیجه میگیره که همین تربیت که باعث میشه ما در سلسله های پادشاهی شاهزادگان لایق نداشته باشیم، چون همشون در تناسایی و تنعم و نوعی اون تربیت نامناسب به سر ببرن، چون پدر اجازه نمیده این شاهزاده با قدرت باشه، چون ممکنه جای او رو بگیره. خب سری با شکوه عثمانی رو شما در همون سریال دیدید، کاملا با تبلیغات خاص نشان میده که چه دوران خوبی بوده. هدف چیست؟ هدف این که نشان بده اگر ما فردا آمدیم بر ناسیونالیسمی تکیه کردیم، شما مردم ترکیه بدانید که ما بر جای درستی قدم گذاشتیم و اون امپراتوری است که در زمان سلطان سلیم و سلطان سلیمان و فرزندان اونا در اون سده بود. اما اگر تاریخ اون زمان رو بخوانید، پر است از جنایت، پر است از جنگ. یعنی در واقع ما به جایی که متوجه بشیم که این اوتوپیایی که این عزیزان ازشون نام میبرن که تاریخ ما باشکوه بوده، ما با یک دیستوپیا روبرویم، یک خراب‌آباد با ارزش‌های منحط، با یک جامعه‌ای که در اون استبداد در بالاترین حد خودشه. همین دلیلی که بسیار از فیلسوفان سیاسی در دورانی که حکومت عثمانی بود، نظامی که در عثمانی حاکم بود و نظام خدایگان بردگانی میدونستن، اصلا نظم سیاسی نبود، اصلا در تعریف نظم سیاسی نمی آوردن. نظام سیاسی یعنی این که مردم، گروه های اجتماعی، طبقات اجتماعی با حاکمان یک مراوده ای دارن، قدرت چانه زنی دارن، میتونن چیزی بدن چیزی بگیرن. ما در یک نظام استبدادی سیاستی وجود نداره، نظم سیاسی وجود نداره. نظم سیاسی یعنی جایی که محل هستهای قدرته. اما در سیستم خدایگانی و بردگانی تمام قدرت مال یه نفری دیگه، شما قدرتی ندارید، فقط اطاعت باید بکنید. همین دلیله که پدیده‌هایی مثل سلطانیزم و اینها در اون حیطه می گنجه که ما بارها عرض کردیم. حالا اگر در درون جامعه یک مذهب یا دین توتالیتر هم باشه مثل اسلام، داستان بسیار بغرنج میشه، چون دیگه حکومت فقط به جنبه های حاکمیتی نگاه نمی کنه، زندگی شخصی شما رو هم زیر نظر میگیره، چون اون ایدئولوژی یا اون مذهب ویژگی های توتالیتر، یعنی فراگیری داره. ویژگی های توتالیتر اینه که برای یک متن مقدس یا یک اصول بنا شده، حوزه عمومی از خصوصی جدا نیست، مفسر داره، تعیین کننده معیار داره، که همه اینها در نظام های توتالیتر توسط حاکمان تعیین میشن.
و دیگه جایی برای نفس کشیدن وجود نداره. شما حتی در زندگی شخصی خودتون هم قدرت ندارید که تعیین کنید من چه لباسی میخوام بپوشم. و در اون نظم سیاسی قدرت وجود داره که شما بخواید از حکومت چانه زنی بکنید، بگید حالا بیا پایین من برم بالا، یا به حرفای من توجه کن. پس ما وقتی صحبت میکنیم که نظم سیاسی محصول جوامعی هستن که در اونها قدرت هایی در درون جامعه وجود داره که میتونن اون قدرت اصلی رو تهدید بکنن، یعنی یا برکنارش بکنن یا محدودش بکنن. این در اروپا این رو داشتیم، یعنی اعیان و اشراف و فئودال ها و کشیشان و گروه های مختلف اجتماعی بودن که گاهی با هم اتحاد میکردن، پادشاهان رو محدود میکردن، گاهی با هم اتحاد میکردن، کلیسا و کشیشان رو محدود میکردن، به روی هم باج میدادن، عقب نشینی میکردن. اما در سیستم های ایران باستان گرفته، خلافت اسلامی گرفته تا عثمانی، چیزایی وجود نداره. مثلا نظم سیاسی اونجا بی‌معنیه. ما مسامحتن به کار میبریم که اون جوامع داره نظم سیاسی هست. نه، اون سیستم ارباب بردگی است. بنابراین وقتی اون جوامع رو نگاه میکنی میبینیم اینا دیستوپیان، اوتوپیا نیستن، خراب آبادن. اما جوامع دیگه سعی میکنن سالها بعد از اون جریان نشان بدن که دوران خلافت علی چه باشکوه بوده. اساس بنیادگرایی یعنی همین. بنیادگرایان اسلامی بحثشون بر سر اینه که اگر میبینید جهان اسلام ضعیف شده امروز در این ادباره، به خاطری که از اون اصول اصلی، از اون بنیادها دست کشیده. بنیادشون کجاست؟ زندگی پیامبر اسلام، زندگی عمر ابن خطاب، زندگی علی ابن ابی طالب، که اسلام توانست فراگیر بشه. درسته، این صحبت اوناست. اصلا بنیادگرایان اصلش بحثشون اینه که ما وقتی از قرآن دور شدیم، در دام اندیشه های غربی افتادیم، به این ادبار رسیدیم، چون دیگه فکرمون مال ما نیست، غربی ها برای ما تعیین تکلیف میکنن، ارزش ها و معیارها رو اونا برای ما تعیین میکنن، در حالی که رسول الله و الله و عمر و علی و اینا برای ما تعیین کردن. بنیادگرایان میخوان برگردن به همون بنیانهای خودشون. در جمهوری اسلامی همین بحث اصولگراها که مطرح میشه، اصولگرایان کسانی هستن که معتقد بودن بعد از اون خرداد سال 76 ما منحرف شدیم از اصول انقلاب، باید برگردیم به آرمانهای امام، به اون اصول انقلاب. چرا؟ چون اون مطلوبه، اون اوتوپیای این هاست. اما وقتی بری به عصر امام میفهمی اونجا دیستوپیاست، یعنی یک خراب آبادیست که در اون هر گروه سیاسی حذف میشه، جنگ به راه میفته، یک شخصیتی فراقانونیه بالاتر از مجلس و قوه قضاییه و همه چیز، اما دوست دارن، میگن عصر امام خمینی. اما یک انسانی که آگاهه میفهمه اون عصر اوتوپیا نبوده، دیستوپیاست. بازگشته به اون ما رو به فاجعه میرسون. اما ایدئولوگ ها سعی میکنن این رو در درون جامعه تزریق بکنن که اگه خطا بوده مال امام نبوده ها، مال ابوالحسن بنی صدره، مال فرقه رجویه، مال فرقه یک فلانیه، مال این احزاب چپی و راستیه. اگر نه ما که امامی داشتیم که اصلا کارش درست بود. می جنایت های اون زمان رو همین ایدئولوگ ها موجه میکنن، توجیه میکنن برای من. اگه بگی دوران امام این همه آدم اعدام شد، میگن حقشون بوده. بگید آقا تو تابستون این همه آدم کشتید با فتوای همون آقا، میگن حقشون بوده، امام که خطا نمیکنه. اونها بودن که در زندانها توطئه می کردن. در شوروی کمونیستی همین. عصر استالین عصر شکوفاییه، باید برگردیم به اون زمان. هنوز هم افرادی مثل پوتین تو همین فکران، یعنی سعی می کنن اون تاریخ شوروی گذشته رو که بر اساس امپریالیسم، حالا اینا خودشون امپریالیسم مسخره می کردن، اما اساسشون این که خودشون همون جور بودن
کشورهای شرق اروپا رو گرفتن، همه اونها رو تحت اختیار خودشون با یک ایدئولوژی توتالیتر، میلیون ها انسان رو همین استالین و دار و دسته و دوستانش حذف کردن. امروز یه آقای آمده، افسر سابق کاگبی، حالا آمده میگه نخیر، باید برگردیم به اون زمان، بریم اون سرزمین های خودمون رو بگیریم دوباره. و امروز رسانه ها به نحوی است که واکنش ایجاد میکنه، کشتن یک شخص واکنش ایجاد میکنه، بناهندازی یک جنگ واکنش ایجاد میکنه. اما اگر دستشون برسه میخوام برگردن به عصر استالین. در همین آلمان شما برید نگاه بکنید، احزابی جدیدن سر برآوردن، دیدگاه نجات پرستی داره. برگردیم دوباره به عصر آدولف خودمون، اون موقع خیلی خوب بود. در زمان ایتالیای موسولینی هم همین، میخواستن برگردن به دوران امپراتوری روم. اما وقتی میرید اونا رو نگاه میکنید، میبینید آقا این جامعه‌ای که شما میخواید ما رو برگردونید ویژگیاش اینه. این مسئله بسیار مهمی است که اگر ما بازخوانی تاریخ میکنیم، قصد ما این نیست که چاله های گذشته و چاه های گذشته رو دوباره عمیق‌تر بکنیم، برای اینکه دوباره چاله دیگه ای نسازیم. چرا فکر میکنید شریعتی ها دروغ گفتن اما امروز کسانی که بر علیه رژیم جمهوری اسلامی فعالیت میکنن راست میگن، به نفع شما دارن کار میکنن؟ از کجا میدونی سلیمانی داره راست میگه؟ شاید او هم میخواد یه دام دیگه جلوی پاتون بذاره. حالا اسم خودش رو سلیمانی میذاره ملیگرا، اسم خودش رو میذاره ایرانی، اسمش خودش رو میذاره حالا هر چیزی. آیا حرفاش رو میسنجی؟ داره به اسنادی که متکی هست اتکا میکنه باور داری؟ عمده ترین مشکل ما همینه، اوتوپیا سازی از زمانی که دیستوپیا بوده، هنوز هم درگیر همین مسئله هست. یه عده میخوان برگردن به قبل از سال 57، یه عده دیگه میخوان برگردن به اون 2000 سال قبل، یه عده میخوان 1400 سال پیش کوفه و مدینه رو زنده بکنن. اگر کسی بگه آقا این دوران تمام شده، باید رو به جلو رفت، ارزش‌های امروزی در اون بستر تاریخی وجود نداره، اگه داشت ما به این ادبار نمیرسیم، ما زودتر از غرب پیشرفت میکردیم. در غرب هم نقدی که نسبت به جهان گذشتهشون شد سبب پیشرفت شد. کسی دنبال برقراری امپراتوری رومی جرمنی شارلمانی نرفت. چرا؟ چون اون بر جنایت استواره. یعنی هر کی هم رفت دست به جنایت زد. من عرض کردم آقای موسولینی آمد ایتالیای دوران امپراتوری روم رو زنده کنه. خب مختصات اون امپراتوری چطور بود؟ تازه رومی ها یک مدعی مسامحه بودن. اما باز هم شما میبینید در اون جامعه نیازمند تخریب هر آن چیزی هستید که مغایر برنامه های شماست. همون سرکوب. کدام جامعه در گذشته تکثرگرا بوده؟ افلاطون جامعه آتن رو به دلیل اینکه سقراط رو که کارش پرسشگری بود، نه شمشیر دستش بود نه مردم رو تو خیابون غارت میکرد، فقط میپرسید. اگه سلیمانی میامد سخن از این میکرد که من شجاعم، سقراط ازش میپرسید به من بگو شجاعت چیه، چگونه این شجاعت رو محقق میکنه، از کجا میدونی که این اصلا شجاعته؟ تا اون معیارهایی که سلیمانی با اون خودش رو شجاع میدونه به بازی بگیره، به نقد بکشه. در مهد فلسفه یعنی آتن، همین انسان رو که پرسشگر بود، به بهانه اینکه نظام ارزشی جامعه رو داره بر اون خدشه وارد میکنه، نظام دینی جامعه رو مورد نقد قرار میده، با جام شوکران به دیار دیگر فرستادن. افلاطون اون جامعه رو جامعه غیر اخلاقی میدونه، ناراحت از آتن که چرا یک جامعه چنینی که روشنگران، روشنفکران و اندیشمندان خودش رو نابود میکنه. به اینا فکر کردیم؟ نه. بنابراین بسیار باید ملاحظه کرد، دقیق شد در مورد اوتوپیا سازی از یک عصری، اتفاقا عصری که در اون باید موارد نقد رو بالاتر بود،
مگه در دوران استالین همش جنایت بود؟ نه خیر، شما میبینید سازندگی هم اونجا رخ داد. حزب کمونیست شوروی آنقدر برای مردم خدمت کرده بود، جاده ساخت، انواع و اقسام اینا، از ارتشش به قدرتمندترین ارتش دنیا تبدیل شد. افتخار میکردن که ما توانستیم نازی ها رو شکست بدیم. همینا رو برمیکشن به عنوان که بفهم. اما اون میلیون ها کشته چی؟ میگن حالا اونا رو دیگه ندید بگیریم. بستن فضای فکری جامعه چی؟ میگن اونا دیگه قابل چشم‌پوشیه دیگه. اتفاقا اونا قابل چشم‌پوشی نیست، وگرنه جاده و شهر و موشک رو که همه میسازن. در کره شمالی هر روز یه موشک اتمی آزمایش میکنن اون آقای جوان. شما برگردید بگید آقا این مردم آزادی ندارن. یه خورده چشم‌پوشی کن، به موشکه نگاه کن. ارتش ما دنیا رو میترسونه. تعابیری که اهل استبداد خیلی خوب به کار میبرن. به جمهوری اسلامی میگه آقا آزادی مردم چی؟ اصلا انسان اساسش بر عقل و آزادی است. و چه ممیزش از حیوان همینه دیگه. بگم چه فرقی میکنه؟ منم 50 سال زندگی میکنم اینه. نه فکری میکنم، نه اجازه داده میشه آزاد باشم، محصول در اون غرایز خودم هستم. میگن نه، ببینیم ما امنیت داریم، در عوض امنیت داریم، در عوض مثل سوریه و جای دیگه نیستیم. جمهوری اسلامی این همه ببینیم گازکشی کرده، دانشگاه ساخته، جاده های ما زمان پهلوی اینقدر بود الان اینقدر بود، دانشگاه هامون مثلا بود 10 تا الان شد 100 تا. درست هم میگن از نظر آماری بخوای نگاه بکنی، بله جاده هامون بیشتر شده، میزان اتومبیل هامون بیشتر شده، تکنولوژی بیشتری آمده. همه اینا مغالطه است، به خاطر که زمانه تغییر کرد، تکنولوژی وارد همه جا شد. ما معیار حکومت خوب حکومتی است که انسانها در اون احساس امنیت، آرامش، آزادی، برابری، عدالت اینا رو داشته باشن. یه من در جامعه ای باشم که هر لحظه ممکنه یه افسری بیاد یقه منو بگیره ببره منو بکشه، و چه برد با جنگل میکنه؟ باید هر لحظه منتظر باشم از پشت بوته پلنگی، شیری، ببری چیزی بیرون نیاد منو ببره. ذهن ما رو منحرف میکنه. ببینید ما چه جاده ساختیم، ارتش ما بهترین ارتش بود. معیارهای یک جامعه اوتوپیایی برای ما خیلی اهمیت داره. آیا با ارزش هایی که یک جامعه رو بسازه امروز مناسبت داره؟ آیا حکومت علی با جامعه امروز ما نسبت داره؟ اصلا شما فرض کن علی عادل، آیا عدالتی که منظور علی بود با جامعه امروز ما تطبیق میکنه؟ حالا ما به مرور اینا رو میخونیم در این بحث. یعنی پلی بزنیم از اون اوتوپیای ساخته شده متکلمان و مفسران و ایدئولوگ هایی مثل شریعتی ها گرفته با وقایع و واقعیت هایی که در کتاب های تاریخی ها. در اینجا یه نکته دیگری هم عرض. عزیزانی هستند همیشه صحبت از این میکنن که بابا ما اون زمان رو دیدیم، خوب بود، دوران امام خوب بود، دوران اعلی حضرت خوب بود، چون خودمون زندگی کردیم. خب بله طبیعی خیلی ها بودن اون زمان زندگی کردیم، کاری هم نداریم که دیگه نزدیک به 40 سال از اون زمان گذشته و غالب عزیزانی هم که مثلا دوران گذشته رو دیدن هم که امروز 70 سال 80 ساله هستن، یعنی اون زمان 35 سال 40 سال داشت. درست. اما یه مسئله وجود داره بسیار مهمی، در واقع اون همون پرسپکتیوه، یعنی جایی که شما از یک منظر خاصی به یک پدیده نگاه می‌کنید، یعنی یک زاویه دیدی دارید. حتما دیدید گاهی کسانی که خیلی زرنگن یا حالا به نوعی کارهای تبلیغاتی انجام میدن یا آگهی منتشر میکنن از یه ساختمان، اتومبیل یا هر چیزی که میخوان بفروشن، از یه زاویه عکس میگیرن و اون رو در روزنامه ها و مجلات قرار میدن که شما شیفته میشید. از یه منظری عکس میگیرن که شما خیلی لذت میبرید، بگید بریم اینجا مسافرت یا اینو بخرید. اما وقتی میرید سر صحنه همه ابعاد اون رو نگاه میکنید، نه اون قدم زیبا نبود،
چه بسا زوایای دیگری بود که تو اون عکس نیست و بسیار هم جای نقد داره. پس خیلی ها سعی میکنن از این فن یعنی زاویه دید استفاده بکنن تا یک فضای خاص رو به شما نشان بده. غالب عزیزانی که در دوران گذشته زندگی کردن همین بوده. یعنی وقتی من ازش سوال میکنم که خب میشه به من بگید آمار نابرابری و تبعیض و گرسنگی و مسائلی از این دست از نظر قانونی، حقوقی و اجتماعی چطور بود؟ میگن خب ما که نمیدونیم اینا رو، ولی دور و بر ما خوب بود. یه حقوقی داشتیم، باش میتونستیم یه چیزی بخریم. خوش بودیم، آخر هفته میرفتیم یه جایی به هر حال میخوندن برامون، ما می چیزی میخوردیم. خیلی از تجربیات امروز هم وجود داره. اما این رو میشه تعمیم داد به کل کشور؟ یعنی من سلیمانی اونم در اون عصری که این مسئله ارتباطی نبود، یه تلویزیونی بود و مثلا دوتا شبکهی که هر رژیمی هم همینطور بود دیگه، سعی میکرد برنامه خودش رو بسازه، تبلیغات خودش رو اعلام کنه، از پیروزی های خودش بنویسه. رژیم های استبدادی که جا برای نقد نمیدن، فضا فقط بازه که شما تعریف کنید. در زمان جنگ من یادم خیلی بچه کوچکی بودیم، 6-7 سالمون بود، همه صحبت از پیروزی در جنگ، سربازان اسلام در فلان جبهه پیروز شدن، در فلان جبهه فلان شد، حالا میرفی کربلای چهار و فلان، این همه کشته میدادی، تلویزیون جمهوری اسلامی نشان میداد که ما پیروز شدیم. یعنی آدم احساس میکرد که الان فردا صدام حسین رو به عنوان اسیر برمیدارن میارن در تهران. اما اون چیزی که در میدان جنگ بود خیلی فرق میکرد. رژیم گذشتم تبلیغاتش همین گونه بود. این من نمیگم آقای دکتر مصطفی علموتی میگه، زمانی که ما میدیدیم تورم، مشکلات تو کشور زیاده، اعتراضاتی وجود داره، اما تلویزیون داره دائم تعریف میکنه که آقا 4 سال دیگه، 2 سال دیگه ما رسیدیم به فلان کشور مترقی دنیا. خب تو اون فضا یک انسان درگیر محدودیت هاست، یعنی فقط دورور خودش رو میتونه ببینه. جای خوبی بوده، خب شهر خوبی بوده، زندگی خوبی هم. اگه تو مناطق دور بوده، خب اونها دیگه زاویه دیدش به نحوی بود که نمیتونست اون زاویه رو ببین. بنابراین در امر سیاسی، امر اجتماعی، امر اقتصادی شما نباید فقط به دوروبر یا تجربیات شخصی خودتون متکی باشید. اینکه باید نگاه بکنید که گروه های دیگر جامعه چه دیدی دارن. آیا اونا مثل شما خوشن؟ اونا از زندگی راضی هن؟ اونا هم این فضا رو میپسندن؟ الان شما برید بالا شهر تهران مثلا، کاخهایی ساختن، اتومبیل هایی دارن، شما شگفت زده میشید. دیدید دیگه تو تبلیغات ها هست، یه مجتمع های آپارتمانی ساختن که کاخ نیاوران و سعدآباد و اینا در برابرش صفر. از اونا سوال بکنید، میگن بله همه چی خوبه، همه چی خوب. اما اگر برید تو مناطق دیگر نگاه بکنید در سراسر کشور، اون وقت متوجه میشید که آیا همه چی خوبه، راضیه، لذت میبرن. این دید شخصی نکته ایست که باید لحاظ کرد. دومین مسئله محدودیت ماست، به خصوص در اون فضای گذشته که این همه ابزار و ادوات و تکنولوژی نبود که بدونید در جاهای دیگر مردم از رودخانه آب میخورن، کودکان ما یک مدرسه ندارن با یک بخاری مناسب. امروز ما داریم میفهمیم، اما در گذشته نبود، در 15 سال قبل نبود. شما فکر میکنید چرا این همه اختلاس ها و دزدی های رژیم روز به روز مشخص میشه؟ شما فکر میکنید در ابتدای انقلاب نبود این چیزا؟ چرا نبود؟ کلی اموال دیگران رو به عنوان سلطنت طلب و ساواکی و اینا مصادره کرد، در کاخ ها نشستن، اموال خارج کردن، همین آخوند. اما تکنولوژی وجود نداشت، این زد و بند ها وجود نداشت، این زد و خورد ها وجود نداشت، این جناح بندی ها وجود نداشت، بیرون نمی آمد. وگرنه مثل صدیقی ها
هزاران نفر در جمهوری اسلامی مال مردم رو خوردن، اموال عمومی رو به نام خودشون زدن. حالا اون زمان فقط حالا یکی اکبر هاشمی رفسنجانی بود که گهگاهی از او صحبت میشد به عنوان یک شخص فاسد که الحق هم بود و البته فرزندان او، که اون هم خب طبیعی بود رقیب سید علی خامنه ای بود، باید او رو حذف کنیم بری سراغ بدنام کردن او. اما خود خامنه ای که بدنامتر از این بود، فرزندان او در این مسائل نقش ندارن، نزدیکان او نقش ندارن، بقیه آخوندها سهمی نگرفتن، نبردن، نخوردن. چرا؟ اما تکنولوژی نه. بدنام کردن هاشمی هم در راستای این بود که رقیب سید علی خامنه ای بود، باید او رو از چشم مردم مینداختن تا بعدا به مرور زمان او رو حذف کنن. دیدم زندگی هاشون رو نشون میداره، یه دمپایی پاشون و خیلی زندگی ساده و اینها، مثل علی ابن ابی طالب مولا زندگی ساده ای دارن. مردم هم باور میکردن، خب تلویزیون دولتی بود دیگه. از کاخهای اون آقای مشاور ولایتی که در نظر مردم نشان نمیدادن، یه آقای رفت یه عکسی گرفت از پشت کاخ این آقای ولایتی، طرف رو بازداشت کردن. آقا برای چی اون رو منتشر کردی؟ چرا محل زندگی این آقایی که میگه مردم ما باید مثل مردم یمن لنگ بپوشن و غذا نخورن داری منتشر میکنی؟ چون مردم اول سوال میکنن که خب آقای علی اکبر ولایتی بهتر نیست اول خودت یه لنگی بپوشی به جای سوار شدن تو ماشین های ضد گلوله و انواع و اقسام این البسه ها و اون همه مسائل مالی و کاخ نشینی؟ دیگه اولین بار بود که محمد باقر غالیباف برای سیسمونی نوه خودش بره در ترکیه اونقدر خرج بکنه. ناخه هزاران نفر از اونها همین کارا رو کرد، اما رسانه‌ای نمیشه. این محدودیت دید سبب میشه که قضاوت‌های ما نادرست باشه، ناکافی باشه. مورد سوم، اغراض. یعنی من وابستگی دارم به یک جناحی، به یک شخصی، دوران اون رو خیلی خوب میبینم یا وامدار اون دوران هستم، دورانش رو خیلی خوب میبینم. دیدید دیگه، میرحسین موسوی هنوز دنبال دوران باشکوه امامه. چرا؟ چون تو اون زمان نقش داشت. اگه بگه اون دوران خراب آباد بود، خب ازش سوال میکنن که میرحسین تو که 8 سال تو اون فضا بودی، نخست وزیر بودی، در مسند و مستر امور بودی، نمیشه اینو بگی که. باید بگه اون دوران خیلی خوب بود. اگه هم بد بود مقصر دیگرانن، ماها که خیلی خوب بودیم، امام که از هممون بهتر. هنوز دوران بازگشت به دوران امام هستن خیلی هاشون. چرا؟ چون تو اون دوران کار کرد، نفعی داشتن در اون دوران. یه عده به مسائل تاریخ ایران علاقه مندن، به پادشاهان علاقه مندن، میخوان برگردن به اون دوران. یه تعبیر آقای دکتر داریوش همایون داره در یادنامهشون هست، یه مصاحبه است با آقای حریری نامی شون انجام داده، خیلی جالبه. همون ابتدای کتاب این مسئله آورده شده. نهای حریری از آقای دکتر داریوش همایون سوال میکنه که خب شما که در اون نظام بودید، در دستگاه بودید، چه شد که خیلی دیر، اونم در زندان، فهمیدید کار رژیم تمامه؟ خب به خاطر اینکه درگیر همین اغراض و شکوه و منافع خودمون شدیم. یعنی منافع انسان ها وقتی در یک فضا هستن، اونها رو کمتر منتقد میکنه، چون نمیخوان یه سری امتیازات رو از دست بدن. بنابراین اون دوران رو دوران خوبی میبینن و امروز وقتی محروم میشن، طبیعیه بگن اون دوران دوران خوبی بوده. همین الان شما اگر نظام جمهوری اسلامی بره، ولایون 10 سال بعد میگن چه دوران خوبی داشتیم، دوران امام و سید علی. چرا؟ چون مناسب حال اوناست، برای اونا خوبه. از اغراض خیلی ها اینطوریه، طرف تو رادیو تلویزیون رژیم گذشته بود، بله، اون دوران رو خوب نشان میداد، بله. امروز اگه سلیمانی نقد میکنه میگه ببین من بودم تو رادیو تلویزیون ها،
اما اینطوری نبود که، خیلی خوب بود، همه چی عالی بود. اتفاقا همین ها مردم رو گول میزدن. مگر از جمهوری اسلامی نداریم؟ خائنتر از سید علی خامنه ای، اون کارشناس و اون مسئول خبر و اون ایدئولوژی است که میاد تو تلویزیون میگه آقا همه چی خوبه. مردم میگن خب این که کارشناس نفعی نداره. اگه سید علی بیاد بگه همه چی خوبه، خب ایشون حاکم مملکته، بله نفعی داره بگه همه چی خوبه. اما آقای دکتر فلانی که استاد دانشگاه هستن، ایشون که نفع خاصی نداره. بنابراین وقتی میگه خوبه، خب حتما خوبه دیگه، ما نمیفهم. بعد مردم مجاب میشن. شما فکر کنید سید علی خامنه‌ای هر روز میاد تو تلویزیون صحبت میکنه که اوضاع خوبه، همه چی آرومه، ما چقدر خوشبختیم؟ نه، این کارا به عهده دیگران سپرد. این طرف هم به خاطر اینکه بیکار نشه نقد نمیکنه، صبح تا شب تعریف و تمجید میکنه. داریم ما از این افراد که در رژیم گذشته تو رادیو تلویزیون بودن، همون رادیو تلویزیونی که بعدا خود اعلیحضرتش ایراد میگرفت که آقا اینا اینجوری هن و اونجوری هن. پس اغراض هم بسیار تأثیر گذاره در زاویه دید خطایمون. من اگه عضو یک مجمعی بوده باشم که نمیام بعدش رو بگم، عضو حزبی باشم که نمیام بعدش رو بگم، اگه در یک جای وامدار بودم که نمیام بعدش رو بگم، مگر اگه از اون بیرون بیام حالا شروع کنم نقد کردن بر اون حزب و گروه و دستن. سومین مسئله میشه عقل. چهارمین مسئله یه تعبیری است مکیاولی داره، من ازش استفاده میکنم، و اونی که انسانهایی که هنوز سنجشگر نیستن، یعنی همیشه انسانها دوران کودکی رو دوران خوبی میبینن، میگن چه دوران خوشی بود مدرسه بودیم، چه دوران خوشی بود اون زمان که تو کوچه با دوستانمون بازی میکردیم، قدیما خیلی همه چی خوب بودا. مکیاولی میگه این به دلیل اینه که انسانها در اون دوران قدرت سنجشگری و واقعیات رو نمیبینن. یعنی اون کودکی تو کوچه داره بازی میکنه، نمیدونه باباش باید آخر ماه قسط بده، وام بده، گرفتاری بکشه، جلو مردم سر خم کنه، صبح ساعت 8 بره سر کار، 10 شب بیاد خونه. اینا رو نمیبینه بچه، هنوز سختی های زندگی رو نمیچشه، بنابراین همه چی براش خوبه، زیباست، حتی زد و خورد های تو کوچه هم براش زیباست. میکیاولی میگه انسان ها این گونه اگر در دورانی زندگی بکنن که بخش عظیمی از اون در دوران کودکیشون باشه، در دوران جوانیشون باشه که احساسات اولویت داره نه خرد، همیشه اون دوران نقش خوبی در ذهنشون داره. دقیقا هم همینه، ما هم همینطوری بودیم. یعنی امروز اگر فکر کنیم آیا حاضریم بریم مدرسه، با اینکه اون زمانا خیلی سختمون بود، صبح بلند شید بریم مدرسه، میگیم آره دوست داریم، اونجا جایی بود که دوستامون رو میدیدیم، با هم بازی میکردیم، یادش بخیر اون کلاس ها. حالا برید نگاه بکنید کلاس ها، روی نیمکت 5 نفر آدم می نشست، توی یه اتاقی 50 نفر بچه، تازه فلک هم می کردن، با چوب هم می زدن، اون نقش های تربیتی گذشته. اما دوست داریم چون حادثه خوبی در ذهن ما بوده، جهان ساده بود، زیبا بود، قشنگ بود، اما واقعی نبود. امروز که به جایی رسیدیم، بله طبیعی که از منظر یک واقعیت به داستان نگاه میکنیم، پدیدار چند وجهی میبینیم، برای ما دردآوره، جهان جای بدی است، چون ما میفهمیم الان این اوضاع احوال چیه، دردها چیه، در دوران کودکی را نمیفهم. بنابراین مسئله دیگر اون ذهنیتی است که انسان ها همیشه از دوران گذشته دارن و اون رو نیک میبینن، خوب میبینن نسبت به وضعیتی که الان دارن. پس این ها زوایای دیدی هستن که ممکنه کسی وقتی برمیگرده میگه دوران گذشته زندگی کردیم و خوب بود، با این خطاهای منطقی استدلالی روبرو. در نهایت شما میبینید که این تجربیات شخصی در بعد کلان مثل 30 میلیون انسان، 40 میلیون انسان، با مناطق جغرافیایی مختلف، با اون قدرت سنجشگرانه منطبق درنه. خب حالا بریم سر اصل داستان، چون عقب ماندیم از بحث، بریم ببینیم عصر اوتوپیای علی چگونه بود و داستانها به کجا رسید. خب اشاره کردیم اندیشه های نظامی او سبب می شد که مردم مناطق مختلفی
برای مسائل مالیاتی یا جزیه یا خراج تو فشار باشن. پس حکومت یا میخوان خراج رو کم کن، یا به نوعی اگر حکومت گوش نده قیام میکنن. امروز به یکی دو سند اشاره میکنیم، اگر فرصت بشه به بقیه موارد خواهیم پرداخت که نشان میده اتفاقا مردم آمدن و ابتدا شورش نکردن، بلکه خواستن کمی جزیه و خراج رو کم بکنی. نامه ای هست از علی به عمر ابن مسلمه عرهبی، میخونیم نکته جالبی داره. این آقا والی علی بود. به علی خبر میرسه که این آقا نسبت به مردم آره رویه داره که حالا علی داره شکایت میکنه، مشخص میشه منظور علی چیست. همانا دهقانان حوزه ماموریتت از درشت خویی تو شکایت کردن و در کار ایشان نگریستم و خیری ندیدم. یعنی مردم آمدن گفتن آقا این آقا خیلی سختگیره به ما. میگه من کار مردم رو نگاه کردم، یعنی ادعاشون رو نگاه کردم، دیدم خیلی توش نیست، یعنی توجه نکرد. مثل همین داستانی که شما میبینید دیگه، در نظام جمهوری اسلامی هست یک نامه سرگشاده مینویسه به رهبر و فلان، هیچ اثری هم نداره. پس باید رفتارت میان دو رفتار باشه، جامعی از نرم خویی با دامنی از سخت گیری، یعنی هر دوتا رو داشته باش. پس اگر آنان یعنی مردم سرافکنده به ما باج دادن، پس آنچه از نزد ایشان است ایشانداری بگیر، و آنان سرافکنده باشند و جز خدا دوستی مگیر. یعنی به امر خدا توجه بکنید، نظر مردم مهم نیست. چه خدای عزوجل گفته است رازداران به همدستانی جز از خیشتن نگیریم، که در آشفت ساختن شما کوتاهی نمی کنند. و خدای عزوجل درباره اهل کتاب گفته یهود و ترسایان را دوستان خود نگیرید. نیز گفته است و هر کس از شما آنان را دوست بدارد پس خود از آنان است. یعنی اگه یهودی رو دوست داری خودت یهودی میشی، اگه زرتشتی رو دوست داری باش مدارا میکنی، جزیهش رو کم میکنی، از اونا میشی، خلاف اوامر خدا داری کار میکنی. و خراج را بر ایشان سخت بگیر و با کسانی که آن سوی ایشانند نبرد کن و از خون ایشان بپرهیز و سلام. ببینید همین نامه نقیض اون عهدنامه مالک اشتره، این رو یعقوبی آورده در صفحه 117 و 118. اون نامه که ادعا میکنه که علی گفته آقا اینا مثلا اگر دین هم دین تو هم نیستن برادر تو هم، میبینیم علی میگه نه خیر، مثلا اینا رو نباید جز دوستان خودت بگیری، حالا برادر که جای خودش. میگه خدا تو قرآن گفته و درست هم میگه، در سوره توبه آمده که از اهل کتاب یعنی یهودیان و مسیحیان و حالا بعدها زرتشتیان هم به اون اضافه کردن این دوستان، اینا با جزیه بدن با خاری با خفت. حالا در ترتیبش اینه که وقتی آمدن مثلا بزنی تو سرشون، جلوی تو سر پا بیستن نشینن، یعنی اینا رو حقیر بکنی، بعد پولم از اینا بگیر. این متد قرآنه، این دستور قرآنه، این روش اوست. یعنی دوستی ها رو مشخص میکنه، دشمنی ها رو مشخص میکنه، حق مسامحه نداری با اون. بعد نامه مالک اشتر رو میارن که علی گفته که اگر اینام دین هم دین تو نیستن اینا رو بپذیر. خب بگو سند تاریخی عهدنامه مالک در کجاست؟ نداریم. اما یعقوبی که خودش مبرق شیعه هست و از متقدمانه آورده در نامه علی به عمر ابن مسلمه عرهبی که خراج رو بر اینا سخت بگیر، با اینا هم دوستی نکن. خب یک نامه دیگری هم هست که این رو علی به زیاد ابن ابی می‌نویسه. این فرصتی هم که هست بخونیم. زیاد ابن ابی والی فارس بود، آمد و به اندکی از خراجی که بعدو پرداخت میکرد تخفیف داد، گفت حالا مثلا اگر اینقدر بدید حالا کمترش بکن. همانا فرستادم خبری شگفت به من داد. علی داره در اون نامه به زیاد میگه، گفت که تو میان خود و او گفته ای که کردها تو را برانگیختند تا
بسیاری از خراج را بر خود شکسته ای و به او گفته ای که امیر مؤمنان را بدان خبر مده. گفت آقا من به اینا تخفیف دادم. گفتن آقا مالیات زیاده، من اومدم اینا رو تخفیف دادم، تو به علی نگو. ای زیاد، به خدا سوگند همانا تو دروغگویی و هر آینه اگر خراجت را نفرستادی چنان بر تو فشار آورم که تو را تهیدست و سنگین بار سازد، جز آنچه از خراج نقص کرده ای عهده گیری. یعنی میگه اگه اون پولی که از مردم میگرفتیم، در صفحه 120 آیه یعقوبی آورد، یعنی میگه اگه از مردم آمدن به تو گفتن که خراجمون رو کم کن، کم کردی، من هر چی که از مردم نگرفتی من خودم ازت میگیرم. این هم اوتوپیایی است که آقای شریعتی و دار و دسته میخواستن واسه ما بسازن. علی به حرف مردم توجه میکرد، مطابق من حرف مردم رفتار میکرد. پس اگر در ایران قیام صورت گرفت، شورش صورت گرفت، در همین فارس شما دیدید مردم آمدن به نزد زیاد گفتن تخفیف بده و هم داد، اما علی گفت نه خیر، این کار غلطه. خب این مردمی که حکومت صدای اونها رو نمیشنوه چه میکنن؟ و قیام میکنن، شورش میکنن. پس اگر دوستان شیعه ما بفرمایند که سلیمانی اینهایی که خواندی، بله خب شورش بوده، خب شورش کار بدی است، این مردم شورش کردن سرکوب شدن، اما باید ببینیم علت شورش چه بوده. من تبیین کردم علت شورش در درون نظام های میلیتاریستی همینه که شما برای اینکه ارتش داشته باشی، مردم رو به جهاد تشویق کنی، مالیات ها رو باید اختصاص بدی به ارتش یا باید مالیات ها رو زیاد بگیری. خب این فشار بر مردم میاد، در نهایت مردم یک سال تحمل میکنن، دو سال تحمل میکنن، ولی بار دیگر دیگه تحمل نمیکنن، یا قیام میکنن یا شورش میکنن، بعد شما مجبوری سرکوبشون بود. پس ریشش برمیگرده به همون افکار جنگ طلبانه علی. دو، افزایش مالیات. سه، خواست مردم که آقا مالیات رو کم کن. چهار، عدم توجه علی نسبت به مطالبات مردم. پنج، قیام مردم. شش، سرکوب توسط علی. پس میبینید در دوران حکومت علی فشارهای عدیدهی بر مردم ایران آمد. اونا هم ابتدا خواستن راه مسالمت آمیز رو طی بکنن، اما گوش شنوایی نبود. از آن علی تا این سید علی داستان همینه، گوش شنوایی توسط حاکمان نیست، تا اینکه در نهایت فرق سر اینها شکافته بشه. خب بحثمون تا اینجا تمام شد، هرچند به مسئله علی نرسیدیم، اما در نوبت بعد به جنبه های دیگر از اون خواهیم پرداخت. سپاسگزارم از تلویزیون پارس و جناب شهرتی عزیز، تا برنامه دیگر که در خدمت شما باشیم، موفق باشیم. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند، بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی دارند.